سلام و سلامتی خدمت تمام شما خوبان که این لحظه مستطیل طلوع تماشا میکنین. در هر کجایی که هستین آرزوی سلامتی تا دارم و خوشحال هستم که بازم در یکی از برنامه دیگر سراچه من فرهاد رامکی حضور شما آمدم تا یک ساعت تمام در کنار شما باشم. امیدوار هستم که شما هم در کنار ما باشین و یک تشکری خاص از رفیقایی که در استودیو تشریف آوردن، خانه همشان آباد، لطف کردن آمدن در برنامه ما. خب دوستا، پیش از اینکه زیادتر صحبت کنم در مورد مهمان، میریم یک بسته تصویری را با هم دیگه تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. خیرالدین مایل در سال 1352 هجری شمسی در ولایت پروان در یک خانواده تجارت پیشه متولد شد. او بعد از اتمام دوره تعلیمی مدرک لیسانسش را در رشته اداره و تجارت به دست آورد. آقای مایل تا کنون در موقف‌های مختلف ایفای وظیفه کرده است که از جمله رهبری سکتور خصوصی افغانستان و معاون اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری. جناب خیرالدین مایل فعالیت‌های خیرخواهانه متعدد نیز داشته است که در مورد آن در برنامه امشب سراچه بیشتر صحبت خواهد کرد. بله عزیزم، جناب الحاج خیرالدین مایل، مرد ناماشنا در میان تاجران افغانستان، مردی که در روزهای سخت دست مردم افغانستان را گرفت و هیچگاه فراموش مردم نخواهد شد، همواره پل ارتباط بوده برای پیشرفت و ترقی سرزمین ما. بله، امشب مهمان ماست و جناب مایل صاحب معاون اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان همچنان هستند. جناب مایل صاحب بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیر است انشاءالله. تشکر از اینکه وقت دادید. میدانم که یک کم تاجران ما، سرمایه گذاران در افغانستان وقتشان بسیار مهم آمه است، اما این که شما وقت دادید خانه آباد. تشکر از شما و از همکارانتان در برنامه و از بیننده های عزیزتان. خوش هستیم که یک ساعتی را مهمان هموطنان ما باشیم در خانه هاشون. بخیر باشین، زنده باشین. روزا چطور مگذره جناب مایل صاحب؟ تجارت افغانستان به کدام طرف روان است؟ وضعیت تجارت چطور است در افغانستان در این روزا؟ الحمدلله، همونطوری که شما و هموطنان ما در جریان قرار دارین، وضعیت تجارت خوب است، به طرف پیشرفت است و به طرف آرامش است و امیدوار هستیم که آن چیزی را که ملت افغانستان آرزو دارند در عرصه تجارت، صنعت افغانستان، ما بتانیم او خدمت بکنیم و او میاره را آماده بسازیم. بسیار عالی. جناب آقای صاحب، معمولا وقت مردم نام تاجر هم میشنوند یا در مورد تجارت موفقشان میدانند و خبر میشوند، فکر میکنند تمام تاجرها از پدر و پدر کلان سرمایه‌دار بودند و از امو زمان به نوی وضعیت پیش رفتند. اما میخواهیم یک نیم نگاه به گذشته و فامیل محترمتان داشته باشیم که در چی گونه خانواده به دنیا آمدید و موضوعات دیگری که شما میخواهید در برنامه بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از خانواده های متنفس در افغانستان در ولایت پروان به دنیا آمدیم و یکی از خانواده های تجارت پیشی وقت که در او وقت بابای ما و پدرای ما در او حسر و به امو تجارتی که صنعتی در او وقت بود در او تجارت پیش می بردن و در قسمت از این که میتونه غیر از این که کس خانوادهش هم تجارت پیشه باشه و او تاجر شوه و تجارت بکنه، این کدام کار مشکل نیست، اما بیشترش علاقه مندی و دیدش است که بخوای یک کسی در کدام معذر از کدام مسیر معذر خدمت شوه، هم برای جامعه، هم برای ملت و هم برای خودش. ما فکر میکنم که تجارت کار بسیار سخت نیست، ولی هایدیا و توانمندی و حمایتش در قدم اول از فامیل و خانواده و بالاخره به همون شکل انشاءالله هر کسی که خواسته باشه در آینده یک تاجر میشه. آه خیر باشین. اما در کنار هم موارد پول هم نیاز است دیگه، یک پول بسیار گزاف نیاز است تا تجارت را پیش ببری، تا بتانی که در قلای موفقیت برسی در عرصه تجارت.
پول خونیاز از خود تجارت نامش هم تجارت است و پول است، ولی میتونه شده از تجارت‌های ابتدایی و از تجارت‌های کوچک آدم حرکت بکنه تا ای که به تجارت‌های بزرگ برسه. بخیر باشین مایل صاحب، خیلی علاقمند هستم بدانم که از تجارت پدر کلان تان یاد کردید، اما نگفتید که در کدام بخش تجارت میکردن، کاروارشان چی بود در او زمان؟ میخوایم واضح تر بفهمم بدانم. در او اثر امکاناتی که امروز مردم داره و بالخصوص دنیا و مردم افغانستان داره به هیئت امکانات نبوده، فقط انتقالات کالاهای تجارتی از افغانستان بیشتر به کشور هندستان و پاکستان بوده و البته ذریعه مرکبا و چیزا انتقال می شده و کالاهای مورد ضرورت از اون طرف هم به همون شکل انتقال می افته که او حصر در ابتدا به همین شکل باباهای ما کار می کردن، کالاهای مورد ضرورت از هندستان و پاکستان ذریعه مرکب اینا انتقال می دادن، باز به همون شکل بر ولایت ها و ولسوالی ها و اینجا انتقال میدادن تا ای که رفته رفته سهولت ها و کار پیدا شد و موترهای باربری پیدا شد. فکر میکنم اولین موتری هم که موترهای باربری در افغانستان آمده، اولین موتر هم در همو عصرش این پدر کلان ما خریده و آورده و در ایران از او استفاده کرده به عنوان انتقالات کالای تجارتی. والا بشک به خدا مایلسه او موتر کدام عکسه، کدام سنده، کدام ویدیویش از پشتانه است یا زمان گپا نبوده؟ متاسف که ما فقط صرف نام و موترم میفهمم که میگفتین گرد جالی بوده، به نام گرد جالی. گرد جالی، ولی در اون وقت عکس و تصویر اینا نبوده، دیگه عکس و تصویر ایناش به دست ما نیست. خواهی معلوم دار است که شما از دورانای بسیار قدیم به تجارت و موضوعات تجارتی رو آورده بودید و فامیلی تجارت پیش هست. بله، از خانوادگی است. از دوره آموزشیتان با ما قصه کنید، دوره متعلمی را چگونه سپری کردید؟ شاگرد ممتاز بودید یا برعکسان؟ اگر نه دیگه ضعیف معلوم نمیشه، اگر ضعیف می بودین خب حال تجارت پیش نمیشه. دوره متعلمی را خب در ولایت پروان و در کابل سپری کردیم، ولی متاسف هستم که زمانی که ما باید تحصیل ادامه میدادیم در او وقت باز جنگ دامنگیر مردم افغانستان شد و مانع پیشرفت درس نه تنها از ما، از اکثر جوانای افغانستان شد. ولی تحصیلات صنف 12 باز بعدها در رشته ماستری در رشته اداره و تجارت کشورهای دیگه گرفتم و در سیمینارها و سیمینارهای بین المللی اکثرا اشتراک کردیم و تجارب خوبی از سیمینارهای بین المللی الحمدلله کسب کردیم. بسیار خوب، از شاگرد ممتاز بودید، همیشه پارچه‌تان پارچه اول نمرگی، دوم نمرگی، سوم نمرگی بود یا نه؟ ممتاز نبودم، ولی در شاگردای یعنی درجه دار بودم، شاگردای خوب بودم. استادا ازم راضی بودن و ما هم از استادا راضی بودیم. در کنارش حتما یک کم آرام هم بودید در بین همسینفیایتان؟ خوب بوده، خوب بوده، بسیار زیاد آرام هم نبودم و بسیار زیاد شوخ هم نبودم، خوب بود. آنه معلوم میشه از حتما قدر شوخ نبودین. همکارا میگه باید وقفه بگیریم جناب مایل صاحب. وقفه داریم عزیزایم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی شما را همچنان میخواییم. خوش آمدین اجدان، تشکر از اینکه طلوع را انتخاب کردین و سراچه را بینده هستین و یک تشکری خاص و ویژه داریم از اپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین. ما خو می نوشم، مایل صاحب دلشان که می نوشن یا نه؟ مایل صاحب اون مربوط شما می شه. اگر بخاطر از اینکه شما می نوشیم، ما هم می نوشیم. لطف کردید، خیر باشید. رنگ قوتیش هم تغییر کرده. جناب مایل صاحب، شما گفتید که سیمینار هم دیدید و دانشگاه هم رفتید و مکتب هم خواندید. درس و تحصیل نقشش در تجارت موفقیت چقدر بوده؟ آیا نقش داشته؟ تانسته کمی قلم و مشق و نوشتن شما رو کمک کنه تا یک تاجر خوب شوید؟
بله، هر قدر که تحصیلات بیشتر داشته باشه آدم همون قدر سره در هر رشته‌ای که باشه و بالخصوص در تجارت همون قدر موفق می باشه و همون قدر هم حاکم می باشه سر کارش و می تانه که این تجارت ها را به شکل میاری پیش بره. و ما لله الحمد همونطوری که بیشتر گفتم در شروع ها تجارت خانوادگی ما همون صنعتی وقت بوده که در همون وقت همون صنعتی که در هوخ سنتی پیش می رفته همون تجارت سنتی بوده، ولی ما تانستیم که هایسته هایسته و این تجارت ها به یک تجارت میاری تغییر بدیم که امروز لله الحمد تجارت ما یک تجارت میاری هست و یک تجارتی است که با شرایط های دنیا و بین المللی برابر است. و آرزو میکنم که تمام جوانای ما که به تجارت رو میارن و میخواین تجارت بکنن و دامن تجارت بسیار وسیع هست، کلان است و نیاز است که جوانای ما و بالخصوص جوانای تحصیل کرده ما در هیرشته با ما بپیوندن و بتانن که در آینده ها تجارت افغانستان وسعت بدن و تجارت افغانستان رشد بدن. این آرزوی ما هست از قشر جوان ما و از جوانای تحصیل کرده ما. بس یک چیزی را که من خبر شدم یا همیشه وقت در بین تجارا یا رفیقای ما که رد و بدل میشه، من فلانی رو نبانی که بیایه که نشه کدام روز اینجا کتی ما خودت هم چشمی کنه و نقفام که قدم علم کنه و بسیار زیاد پیش بره از ما کرده، رشد کنه از ما کرده. میگن زیاد بحثای مافیایی ها وجود دارد، چقدر شما با این شاید اینا شما در یک چوکات شوخی و مذاق شنیده باشین، فکر میکنم حضور نیست. دامن تجارت بسیار وسیع هست، کلان است و شرایط تجارت بسیار خوب است و هر جوانی و هر شخصی که بخواهد تجارت کنه ما بهش خوش آمدید میگیم و دامن تجارت برش پیش است. در رابطه با تجارت های مافیایی گفتی، در کشورها دنیا اکثرا در تجارت ها تجارت های بزرگ و اینطور مافیایی و اینا بوده، بسیار چیزا هست که در اسارت مافیایی می باشه، ولی خوشبختانه در افغانستان ما هنوز اینطور چیزی نداریم که این در اختیار کسی بوده باشه و مافیایی او را ما حساب کنیم. همه تجارت ها ممنعیس معاون حتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سر تا سر افغانستان تمام تجارت ها را که میبینیم آزاد است. هر کس میتونه دهو برای صحیح میشه و با مقدر توانش و مقدر امکاناتش تجارت کنه. هیچ یک تجارت انحصار شده ما در افغانستان نداریم که او را ما نامش مافیایی بکنیم. آها، روابط تجار با تجار چطور است جناب مایل صاحب؟ خوب است، در این شکل نیست که رقابت های تجارتی وجود داره و رقابت ها باعث رشد و باعث پیشرفت تجارت میشه. خب بخیلی وجود نداره، ممکن باشه ولی او قدری نیست که روش حساب بکنیم که بخیر باشین. بیاین سر زندگی شخصیتان کم بحث کنیم، صحبت کنیم، بعدش با سوالات تجارتی دیگه هم از خود پرسیدیم. ثمره زواجتان جناب مایل صاحب، آیا فرزندانتان هم دوست داره یک روز رای شما را ادامه بده یا مفکرهایشان متفاوت است، کارهای دیگر هم میخوان انجام بدن؟ الحمدلله من صاحب هفت پسر هستم که دو پسر و دو پنج پسر و دو دختر است و بچه های الحمدلله کلشان مسیر تجارت پیش میبرن، تحصیلات حالی دارن در رشته های تجارتی و همین اکنون هم تمام کارهای تجارت کمپنی بچه هاییم در رحصشان هستن و اونا پیش میبرن. نام خدا چقدر خوب. روز که اولین گام را در عرصه تجارت گذاشتید چند ساله بودین جناب مایل صاحب؟ از کجا آغاز کردین؟ آغاز کردن شکست ها را هم در پی داشت یا هیچ گاه شکست نخوردید؟ همیشه مستقیم رسیدید به موقف که در حال است. ما زمانی که نوجوان بودیم و پدر بزرگوار ما، خدا مغفرتشان بکنه، ما را دست گرفته به همو کاروبار و تجارتی که در محصر داشت با خود می برد و همو آموختن تجارت ها ما عملی ها مختیم، کاروبار هنا را با هنا می بودیم. ما دیگه از ایام نوجوانی در تجارت بودیم تا کنیم که با شما صحبت میکنیم هم مسئولیت های تجارتی را به عهده داریم. اگر یک خاطره ناخوش از زندگی تان بخوایم بشنوم چی خواهد بود جناب مایل صاحب؟ والا از زندگی خو هم خاطرات خوش داریم و هم خاطرات ناخوش داریم، بین یکی را با بیننده های عزیز شما شریک میکنیم. خاطری خوش ما، شخصی خاطری خوش خودم در زندگی هی بوده که وقتی یک هاروسی
پینجا زوجه را در سال 90 تا 93 ما راه انداخته بودیم و خواهرها و برادرهایی که در هی عروسی بعد از یعنی شناسایی و بالاخره شامل این پروسه شده بودند که البته این پروسه از طرف ریاست حج اوقاف، ریاست امور زنا و ریاست محاکم امو وقت این پروسه و تحت ریاست شورای ولایتی و همچنان بنیاد خیری جناب قبلگا صاحب حاجی گل آقایی پیش می رفت. زمانی که این عروسی یعنی شروع شد و این عروسی را همون روز برپا کردیم، هم از خانما دعوت شده بود در سطح ولایت و هم از آقایون متنفذین و علما از مجموع خبر شده بود و ضمناً هم خود خانواده ها، یعنی هر خانواده حق داشت که 20 نفر عروس و 20 نفر هم داماد که 40 نفر هر نفر میتونست دعوت کنه، برشان کارت داده شده بود و این یک عروسی بسیار پرشکوه بود که بالاتر از 2000 نفر در این عروسی اشتراک کرده بود و زمانی که ما هم عروس ها را از سالون زنانه و داماد ها را از سالون مردانه می آوردیم که با هم اینا وصل شوند، موترهایشان مشخص شده بود بره. ما بسیار نگران بودم که والای 50 خواهر ما در داخل عروس و 50 برادر ما داماد چطور بتانیم این را وصل کنیم. با امو کمک در هو و همکارا و خواهرای ما که شاید صدای ما را بشنوند، بسیار با وجه احسن این خواهرها و این برادرها با هم وصل شدن، یکی از سالون زنانه یکی هم از سالون مردانه ها آمدن با هم وصل شدن، موترهایشان تثبیت بود، در موترهایشان رفتن. این بسیار خاطری خوشم بود و بسیار راضی بودم که در حوصات که این 50 جوان با مقصد شرعیشان رسیده بودن و بسیار خوش بودن و برادرای من در لبشان داماتا را بسیار خنده می دیدم و خوشحال بودن و همچنان فامیلا و دوستای ما که از داخل سالون زنانه هم گفتن که اونجا هم بسیار این خواهرها خوش بودن. این یکی از خاطرات خوشم هست که همیش به این که بیاد من لذت میبرم. ولی بسیار عالی. روی خاطره تلخی که دارید بعد از وقفه میم چون وقت تمام است. وقفه داریم ایزایم. پس از دیدن وقفه خاطره تلخی که جناب مایل صاحب داره همراه ما شما شریک میکنه. وقفه. یک سلام مجدد و تازه دارم به دوستایی که جدیدن همراه ما یک جا شدن و سراچه را میبینن. من فرهاد را مکیستم و همچنان جناب مایل صاحب معاون اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان در کنار ماست و سوالات زیاد دیگه هم مانده که از ایشان خواهد پرسیدیم. اما قبل از او در مورد خاطره تلخشان که قبل از وقفه فراموشم نشده میخواییم بشنویم از جناب مایل صاحب. مایل صاحب چیز بیادتان هست از خاطره تلخ زندگیتان که همراه ما شریک کنه؟ بله جناب رامکی صاحب، یکی از روزها بود در دوران همین جنگ که ما در پروان زندگی میکردیم و جنگ بسیار شدید جنگ شد و مردم وادار به این شد که پروان ترک بکنن. هوا بسیار سرد زمستانی بود در مسیر سالنگا. من خانواده ها را دیدم که با پای برانه و پای لوچ و پای پود در همی سالنگ در همی فضای بسیار سرد و زمین یخبندان پیاده می رفتن. بسیار برام سخت تمام شد ولی جزی که به خداوند التماس و التجا کردیم که این حالت از مردم ما دور بکو دیگه هیچ راهی نداشت و موتری که با ما بود او از حد نهایت زیادش هموطنان ما را در او سوار کرده بودم ولی متاسفانه اکثریت مردم ما با پای برانه در زمین بسیار یخبندان پیاده می رفتن که او خاطرات بسیار تلخ و آرزو می کنم که دیگه هی روز سر مردم افغانستان هیچ وقت نمی هست. انشالله آرزوی ما همی است. انشالله که مردم ما حق دارن تا خوشبخت باشن، حق دارن تا راحت زندگی کنن، حق دارن تا در کنار هم دیگه با لبخند زندگی رو پیش برن. بر صورت چند عکس زیباست از چند عروسی دست جمیری که جناب مایل صاحب انجام داده بر رفیقا، دوستا و وطندارای ما و شما میبینیم. در موردش سوالات خواهد داشتم از جناب مایل صاحب. اولین عکس جناب مایل صاحب، نام خدا به به
دامادای بسیار همونطور بشاش و قاروب کدام زمان بودنی؟ جوان ها قار بودنی جوان ها همون لحظه نه بسیار خوش بودن از خوشی ها میگم و خادم چریش همونطور تغییر میکنن از خوشی ها همونطور چریش تغییر میکنن ای کدام زمان بوده جناب مالسه؟ ای تصویر که میبینین ای از ولایت بغلان و شهر پلخمری هست که در شهر پلخمری ای ازدواج صورت گرفته بود بسیار خوب عکس بعدی یا مربوط امو بغلان است یا نه ای عکس بعدی ای مربوط ولایت پروان و کاپیسا و بگرام است سه که در اونجا بله سه ولایت دوم ولایت های همجوار یا شهرهای همجوار آروسی های دستجمیر همان کسی بطور بود که اول در ولایت بلخ گرفته بودیم و مرحله دومش در ولایت پروان مربوط به اومی ولایت پروان و مرحله سومش در بغلان بود و مرحله چهارمش باز دوباره در پروان از کاپیسا و بگرام و یعنی سوالی های همجوار در اینجا صورت گرفته بود عکس بعدی جناب مایل صاحب این جناب قبلگاه صاحب مرحومی هست که خاطراتش در قلب ما باقی هست چقدر وقت میشه فوت کردن جناب؟ فوتشون تقریبا به دو سال میرسه دو سال در این دو سال چقدر دلتنگشان شدین؟ چقدر یادتان میاد؟ در کدام لحظه ها یادتان میشتن؟ والا پدر خو یک تکیگاه بزرگ است و هیچ لحظه نمیتونه حالم فراموش بکنه و هیچ لحظه نمیتونه از او دوری بکنه ولی خوش به هستم را کاری را که برای ما گذاشته او همیش خاطراتش زنده نگه کرده ولی چیزی را که انشالله هموطنان ما نگویند که زیاده گویی کرد حالا هم که در بعضی موقع ها که یکان غفلت بکنم صدایش همشنم اسم میکنم که صدایش در گوشم هست این اسم میکنم که صدایش در گوشم هست و برام رهنمایی میکنم بسیار عالی عکس بعدی اوهو یک سیاوزفه والا این را دیگه شما باید بشناسین که کی است و هموطنان ما پیش از این که ما در مورد از این بگویم شما باید بگوین کی که در بین از این کی است والا این نمیفهم کدام چهره آشنا وجود داره من تا اونم نفر وسطی شما نیستن هم یک عکس وسطیش که دوستا از کجا پیدا کرده این بسیار عکس های سابقه هست و امو کامرا هم در وقت کامرا های بسیار معمولی بوده امو عکس وسطیش ما خودم هستم و این طرفش که هست مرحوم حاجی روح الله نام داشت که این خسروری ما هست و اونا هست و این طرفش هم بچه همه و پایینگیش هم بچه کاکا و این به همین شکل یک عکس یادگاری در امو حسر بوده خب بچه همه و بچه کاکا در حال حاضر چی میکنن جناب؟ اینا حاجی صاحب مرحومی خو فوت کرده اینا مصروف کاروبار زندگیشان هست خو ما یک رقم اینمی طرف شد دست راستان میشه بله. بله فکر کردم و در نقش کندزوی شادگل چهره شبوتور بودم اگر نه خودش نیست در او غم و چپای خنا و اینا همونطور موت بوده شما همونطوری رس کردین مگر اونطور نیست عکس بعدی کمک هایی که به مردم حتما داشتید درست؟ این کمک های مردمی نیست یه در وقتی که ما فامیلا را عروسیشان را انجام میدادیم باز تمام ضرورات یک خانه را بر همو زوج تهیه میکردیم از فرش گرفته تا تمام وسایل آشپزخانه وسایل حمام کمپ لیاف و تمام وسایلی را که یعنی دو نفر به او نیاز داره او را تا خوراکه و مواد یا شوی بر یک ماه یعنی دیدگاه ما در وقت اینطور بوده که وقتی که دو جوان عروسی میکردیم بر یک ماه دیگه در فکر از این نباشن که ما چی کم بود داریم همه چیزهایی که نیاز داشتن این را برشان آماده میکنه بلی حال برنامه داریم اگر خدا بخواه ما میخواستیم که ادامه پیدا بکنه و در همه وقت مرحله پنجم در یکی از ولایت های دیگه مد نظر داشتیم باز نظر به زیق شدن شرایط و خراب شدن حوضا ما این را توقف دادیم ولی حال در نظر داریم که انشالله با یک سروی بسیار دقیق و درست ما یک صد جوان خود در ولایت کابل
هاروسی شکر کردیم. البته وسط بس اگر هر وقت تصمیم گرفتین مرا بگوین. رامکی صاحب شما بازو جه مشکل داره، اول از خانه یک رضایت بیارین باز میشه. در غیر از من خودم نه بس دوستار وقتان معرفی میکنم. در او انشالله او باز یک کمیته بسیار درست شنا به خاطر شناسایی، چرا ما نمیخواییم که در هی برنامه ما در همو وقتم و در حال هم که اگر خدا بخواهی را بندازیم در این کدام اخلالی اگر باشه شفافیت باید وجود داشته باشه، شفافیت واقعیت بودن نامزاتی رضایت دو فامیل، هم فامیل دختر و هم فامیل بچه، یعنی به شکل شفاف و یک پروسه بسیار خوب وقتی که ما مطمئن شده میره. انشالله اگر خدا بخواه این برنامه را در نظر داریم که بر 100 جوان، اینه که 200 جوان 100 زوج در کابلی را را مندازیم، کابل و اومه کابل، کسی که در کابل زندگی بکنه، به خاطر هزی که شناساییش بر ما یعنی ممکن باشه که همی تیم و یا همی گروپ ایرا شناسایی بکنه. انشالله در کارتان موفق باشین. نمیفهم چرا قزوز تو وقفه می جناب مایل صاحب. خوب است، صاحب بسیار جالب است، مصروف صحبت ها هستیم برات معلوم نمیشه تایم وقفه. آره می اکثر صدا زده وقفه میگیریم عزیزان. پس از دیدن وقفه فراموش ما نکنین همچنان همراه ما باشین. خوش آمدین خوبان، همیشه نانتان گرم و آبتان سرد باشه و برنامه سراچرم فراموش نکنین. ببینین قصه‌ای جالب که همراه جناب آیش صاحب داریم. آیش صاحب، سوال که شاید از خیلی ها پرسیده شده باشه، خیلی هم جواب داده باشن، خیلی هم در موردش صحبت کرده باشن، اما این بار میخوایم از زبان شما بشنویم. بودن یک آمی چقدر میتونه در پیشرفت یک انسان تأثیر گذار باشه؟ یک شخصی که او را حمایت کنه، افراد، اشخاص، و چقدر میتونه که تأثیر بگذارد که پیشرفت کنه، ترقی کنه و نزدیک شه به اهداف که دارد از زندگی خود؟ آمی خو در اول شروعش از خانواده میشه، از والدین میشه که آمی اولادشان میباشن و او را یعنی به طرف پیشرفت و ترقی سوق میدن و به همون شکل باز در وقتش بعد از تحصیل استادای عزیز میتونه حامی یعنی انسان شود که به همون طرفی که ذوقش است و علاقش است و استعدادش است به همون طریق استادا سوق بتن که والا تو خوب میتونی یک دکتر شوی، تو خوب میتونی یک انجینیر شوی، تو خوب میتونی یک تاجر شوی. این خودش میتونه یک حامی بسیار قوی باشه که استعداد هر انسان شاگرد استادش خوب میتونه درک بکنه و استادا میتونن که شاگرد داره با همو استعدادش که ازش درک کردین که در این استعداد دیده میشه و علاقه مند است به همو طرف سوق بتن. این خوب است و این میتونه که یعنی به طرف ترقی و به طرف پیشرفت آدم تشویق کنه. و تنها یعنی حامیه که ما خوش ندارم و حامی های سیاسی است که در از اخیرا در افغانستان رواج شده بود که هر کس باید یک حامی سیاسی می داشت که ما ایرا خوش هم ندارم و هیچ وقت هم به این عقیده نداشتیم. همیش لله الحمد با همو امکانات خود و با همو توان خود و با همو آیدیا و دیدگاه خود که داشتیم پیش رفتیم و حالا هم راضی هستم. بخیر باشین. در افغانستان یک خوبی که وجود داره، امی پول آدم هم میتونه که امی افراد باشه، امی فرد باشه. پول داشتی هیچ نیاز به امی سیاسی نداری، اما پول تا امی سیاسی تست که در جفت است. در یه هم شکی نیست که پول داشته باشه آدم و پول آدم از مسیرهای درست بوده باشه و باهو اینه میتونه آدم برای خود هم زندگی بسیار خوب و راحت و سلامت ایجاد بکنه و در خدمت خلق خدا و هموطنان هم قرار بگیره که آرزو میکنم در مجموع تاجرای افغانستان لله الحمد با همی دیدگاه هستن و همی برنامه رو روی دست دارن، هم برای خود زندگی جور کردین و هم در خدمت ملت و مردم هستن. بسیار عالی. چه زمان در موقف معاون اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان قرار گرفتید؟ در سطح رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اینه در حضور رهبری هیئت مدیریش میتونم بگم 15 سال است که در رهبری اتاق هستیم و از مدت 4 سال به این طرف زمت معاونیت تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عهده دارم که خوش هستم از این که از این مسیرم در خدمت هموطنان قرار گرفتیم و تانستیم که در هر موقع و در هر شرایط
یعنی در کنار مردم باشم و مردم به طرف بهبود و مردم به طرف ترقی تاجرای ما را دعوت بکنم، تشویق بکنم. و جا داره از اکثر تاجرای ما، از مجموع تاجرای افغانستان هم سپاسگزاری بکنم که همیش برای خواست ما و به دعوت ما و به خواستهای ما لبای گفتین و در کنار مردم شان استاد شدین، در کنار مردم بودین و تا ما تانستیم در هر شرایط مردم ما را در کنارش باشیم و حمایت بکنیم. با یقین که حمایت سکتور خصوصی افغانستان خیلی ها لازم است که همیش در کنار مردم باشه و شرایط ایجاد جای کار بکنه و شرایط زندگی را به مردم میتونه که سکتور خصوصی افغانستان در کنار دولت ها مساعد بسازه. بخیر باشین. یک در این سوالات که ذکر شده اصلا وجود نداره، اما آل موت شده یک سال همین تاجره که ببینیم این ساعت چند قیمت داره. یعنی از ما همین سوال هم میکنی؟ ساعت هم بسیار همین رنگ هم شیشت و برند شام خواندم، یک برند معتبر هم است و خواستم که بفهمم که واقعا به خاطر که تاجرها همیشه است یک چیز را که بسیار دوست دارن ساعت های قیمتی به دست میکنن. فکر میکنم یعنی سمبول انتخاباتی شان همی ساعت قیمتی شان است که در دست شان است. والا اگر واقعیت ها بگویم بدون این نمیدونید که همی هم توفه هست، یکی از پسرهای میره برای ما توفه آوردن که پدر این ساعت دو پوش. خب قیمت چند شده؟ والا قیمت شده امو که خریدم میدانم، من نمیدانم، ولی چون توفه هست برای ما آورده، یکی از فرزندان که پدر دو پوش برای ما بسیار ارزش داره چون توفه از اونا هست. خب دوستان من میفهم قیمت چه، مگر تیر خدا میاریم چی بگویم دیگه دوستان. خدا آجی صاحب که نمیخوای بگویه. من واقعا تا گفتم که قیمت چه من نمیفهم چون توفه است. من قیمت چه براتان بگویم آجی صاحب؟ اگر شما بدانین بهتر. خب میدانم آجی صاحب از نگوین بهتر است که چون یک دفعه میشه دقیق نبوده باشه. نه دقیق است آجی صاحب و گوگل کنید شما اینال که بعد از برنامه گوگل کنید. نه ساعت فروش نیست، من تا ساعت ها رو بسیار دوست دارم، همیشه وقت پشت ساعت های برند میبینم و خوشم میاد. حداقل خریده نمیتونم یک سرچ میکنم باش که ببینم چه قضیه باست. ساعت که بر دست جناب آجی صاحب است از 20,000 30,000 دلار بلندتر از قیمتش. خب تبریک تان باشه، سلامت زنده باشید. چالش هایی که در صد رای تاجران افغانستان در شرایط کنونی قرار داریم وجود داره چی است جناب مایل صاحب؟ گرچه در رابطه به تجارت و سکتور خصوصی افغانستان اگر ما صحبت بکنیم زمان زیاد کار داره، ولی یک گذری به خاطر دوستای ما که در ایراستا هم معلومات داشته باشن. در گذشته ها در مجموع مردم افغانستان و بالخصوص سکتور خصوصی افغانستان، صنعتکار و تاجر هم مشکلات بهامنی و ناهمنی گرفتار بود. کالیل لایلحمد مسائل بهامنی و ناهمنی نیست، در هر گوش افغانستان هم هست، میتونه تاجر هر جایی بره و هر جایی بخواه سرمایه گذاری بکنه و تجارت بکنه. مشکلی را که هنوز هم ما صدرا داریم، دولت امارات اسلامی هم حامی سکتور خصوصی افغانستان هست، تاجرها را حمایت میکنه و حمایت امارات اسلامی همی بود که امروز تجارت ما لله الحمد به وضعیت بسیار خوب پیش میره و هم در راستای سرمایه گذاری ها، در راستای تجارت، در راستای ایجاد کار، در همه خوب پیش میره. و تنها مشکل ماهی هست که هنوز هم ما روابط بین المللی ما خوب نیست و مشکلاتی که داریم که بانکای ما به وسطی که باید کار بکنه هنوز هم کار نمیکنه، محدودیت ها هست و سفارت ها و قنسولگری ها هنوز هم برای تاجرای افغانستان و یا در افغانستان نیست که ویزه صدور بکنه که ویزه های سفری داشته باشه. این مشکلات صدراه داریم و همیش تقاضای ما از جهانی ها هست و از دنیا هست و از کشورهایی که در افغانستان دخل است که سکتور تجارت و صناعت افغانستان دور از سیاست ها داشته باشند تا که ما بتانیم مثل سایر کشورها تجارت کنیم، صنعت بکنیم و ایجاد جای کار بکنیم و مردم ما را بتانیم که برش رفاه و آسایش و کار پیدا کنیم، تا ای که مردم ما از بیکاری راهی کشورهای همسایه نشن. این آرزوی سکتور خصوصی هست و امیدوار هستم که این شرایط هم
یعنی برای مردم افغانستان مساعد شد. تشکر جناب مایل صاحب. وقفه ایزا پس از دیدن وقفه بخش پایانی برنامه یا بخش آخر برنامه را همچنان فراموش نکنین. همراه ما باشین. قدر وقت بودین؟ یک 5 دقیقه دیگه هم همراه ما باشین. و بخش پایانی برنامه همچنان تشکر از شما خوبان که تا حال همراه ما هستین. یک تشکری خاص و ویژه داریم از اپی مصف انرژی درینک. انرژی برای تغییر حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین در شما انرژی جادو کنه پس اپی مصف انرژی درینک انتخاب کنید. تشکر میکنیم ایشان. کس مر نظر کرد دوستا. بسیار خوب. آقای صاحب چند سوال از رفیقای ما دوستایی که تشریف آوردن به استودیو از شما دارن اگر اجازتون باشه. کی سوال داره؟ بله خودت رفیق. سلام خدمت شما را مکی صاحب با همچنان خدمت جناب مایل صاحب با همچنان حاضرین در تالار عبرت الله عقیل هستم. سوال ما ای است که آیا به نظر شما مسئولیت یک تاجر در قبال مردم و جامعه خود چی هست؟ و همچنان آیا تاجران افغان مسئولیت خود را در مقابل مردم و جامعه خود ادا کرده یا خیر؟ اگر ادا کرده چرا مردم همیشه از تاجرای افغان گله‌مند هستند؟ سلامت باشید. بخیر باشی، زنده باشی. چقدر جالب. روسیا مردم افغانستان گاهی وقت یک شوخی کنیم در هیچ حالت از نه از تاجر نه از نانوای نه از دکاندار نه از خبرنگار از هیچ کس خوشحال نیست، از کلی گله داره. این در حد شوخی است، کال شما خفه نشین. چطور از جناب مایل صاحب؟ جناب رامکی صاحب سلام مجدد به همه حضاری که در این تالار حضور دارن و جناب عزیز صاحب. مشکل اصلی این هست که ما در افغانستان مشکل بسیار زیاد داریم و از اینکه مشکل زیاد داریم هر قدری که یک نهاد تلاش بکنه با او حدی که 100% مردم راضی شه و راضی نمیشه. ولی خدمت دوست ما هیتر میگیم که سکتور خصوصی افغانستان در کنار مردم وظایف و مسئولیتایش انجام داده و در حال انجام دادن است. ببینین ما شما در یک فصلی که کرونا آمد در افغانستان روبرو شدیم که دنیا را داره این کرونا از استاپ داد، توقف کرد و تمام مرزها سر کشورها و بالخصوص سر افغانستان هم بسته شد. ولی سکتور خصوصی افغانستان بود که در همه وقت هم احساس مسئولیت کردن کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان از هر کشوری که تانستیم ما هورا وارد افغانستان کردیم و اختیار هموطنان قرار دادیم. شما شاهد هستین که بله. نه تنها در افغانستان، در هر جایی که و زمانی که قرنطینه میشد کشورهایی که بسیار امکانات داشتند، کشورهایی که بسیار ذخایر یعنی مالی و کالاها و نیازمندی ها را داشتند، ما که در حالتی بودیم که هیچ ذخایر نداشتیم و جنگ هم دامنگیر مردم افغانستان بود و سرحدها هم بسته شد و واقعا سکتور خصوصی افغانستان اونجا فداکاری کرد، در پالوی مردمش استاد شد و از کشورهایی که در اونجا دسترسی داشتیم از اونجا کالاهای مورد نیاز هموطنان ما را وارد کردیم و در اختیار مردم ماندیم. شاید هموطنان ما شاهدی باشند که در اولین روزی که یعنی قرنطینه اعلان شد یک بوجی هارت به 3500 بله افغانی بله بلند رفت. ولی برای فردایش یا برای پس فردایش انشالله هموطنان ما ایره فراموش نمی کنند که در سر تا سر کابل موترهای توزیع در اکثر بازارها گشت و یک بوجی هارد به 1500 فروش کرد و حلت از اینکه یک بوجی هارد پس 1500 فروش کرد جلوه بلند رفتن گرفت، جلوه تقاضا را گرفت و مردم ما پس مطمئن شد که ما میتونیم که امو هارد یا روغنی را که مورد ضرورت ما سوره به سادگی به دست بیاریم، یعنی از قیمت رفتن بلند رفتن قیمت و یا از قاطی و قیمتی و هزمشی سکتور خصوصی افغانستان بود که جلوش گرفت و در کنار مردم بود و به مردم رساند. بسیار عالی. یک موضوع دیگه است جناب مایل صاحب، اگر دلار بلند بره در افغانستان دکانداران ما اجناس خود را قیمت می سازند، گرچه او در گدام شان هم است، گرچه پیش خودشان ذخیره هم است، اما بازم
قیمت به فروش میرسانه. وقتی پرسان کنی چرا قیمت، میگه که دلار امروز بلند رفته. امروز دلار بلند رفته، دلار تا 100 و 100 چند هم که شد و اجناس یا کالاها اونقدر قیمت رفت و قیمت شد. اگر دلار پایین شوه هیچ گاهی اجناس پایین نمیشه. یعنی لازم است دلار مثلا 70 چند است نمیدانم، چون دلار ندارم، شاید 73 شاید 75، اما اجناس یا کالاها با قیمتی که در 100 دلار بود در اونم قیمت امروز هم است. چرا؟ خوب از گفتی دلار ندارم، هم نداری که بیغم هستی، اگر میداشتی دقمش میبودی. نرخا ای در سطح پایینی، یعنی در سطح دوکاندارا هست و یا در سطح مارکت بسیار پایین هست لوکال، که بله. لوکال که اگر نرخ امروز بالا و پایین میره و اونا به این حقیده هستن که ما اگر بالا میره یا پایین میره که ما خرید ما رو یا قیمت ما رو پس پوره بکنیم که بتانیم آرد بخریم، ولی در سطح بالا، در سطح عمده فروشا و در سطح مارکت های بولی که طور نیست، اونجا همون نرخ جهانی هست و اگر دلار پایین آمد پایین است، بالا آمد بالا. یکی معقد یک روز در یک روز این شرایط ها رو ما شما دیم چند بار دلار پایین و بالا میره و او رو یک دکاندار عادی نمیتونه که اینقدر دقیق باشه که موساد پایین آمد پایین کنه و موساد بالا رفت بالا کنه. او در مجموع خرید خود میبینه که ما خریدیم، کوشش میکنه که با همون قیمت بفروشه که پس همون مقدار مال خود به دست بره. ولی در کل لله الحمد مارکت ما امروز از کشورهای همسایه کرده، از کشورهای همجوار کرده، مارکت ما نرخش پایین است و کنترل در سطح کشور یعنی وجود داره و تاجرا هم در این قسمت توجه جدی دارن. ولی ای که توان مردم ما ضعیف است، امیدوار هستیم که روزی شود ان شاء الله توانشان بلند بشه. بسیار کوتاه، منابع برای ما گفتند که قرار است شما یک مسجد زنانه اعمار کنید. این مفکوره برایتان از کجا آمد و این مسجد به کجا اعمار خواهد شد و چه زمان کار شروع خواهد شد؟ چرا کوتاه چون وقت برنامه زمان تانه نمیخوایم زیاد بگیریم. ما از 10-12 سال به این طرف خدا مغفرت کنه بی بیاجی خانم ما و او خواست که به خاطر بلند رفتن سطح دانش خانم ما او یک مدرسه زنانه درست کرد و او مدرسه امروز در دو بخش تقریبا 1200 شاگرد طبقه هناس داره که عملا در ولایت بلخ او پیش میره و خدا را شکر است خانم ما و دخترها در اونجا تحصیل میکنن و یگانه راه نجات مردم ما هم دانش و تحصیل است. و به امی هایدیا در یک منطقه دیگه این فاس سوم امی مدرسه بی بی آجی پروانی را در پروژه خالد شهر مزار شریف روی دست گرفتیم که اونجا یک مسجد جور میکنیم که هم مسجد و هم مدرسه و هم سالون فاتحه‌گیری برای خانما باشه. این جزء همو برنامه سالهای قبل ما هست که او الحمدلله مدرسه در دو فاز فعلا 1200 شاگرد داره، شاگرد طبقه اوناست و ما میخواهیم که اینجا تقویت از او بیشتر شود ان شاء الله. از دوستایی که آمدن ببخشید دیگه وقت تمام است، بسیار معذرت میخوایم. خیر برنامه بعدی سوالاتتون خواهد داشتیم. تشکر جناب مایل صاحب. یک پیام کوتاه به دکانداران ظالم و قیمت فروش، بسیار کوتاه اگر چیز بگین چی میگین برشان؟ والا ما خواستن با پوزش و معذرتی دکاندار نمیتونم به اوتر خطاب بکنم و دکاندارای ما هم واقعا تلاش میکنن که به هموطنان خود کالاها را به نرخ مناسب و عرضه بکنن، در اختیار مردم بگذارن، تلاش میکنن. ولی با مویگان تاش که قیمت فروش است ظالم است. توصیه و یا تقاضای ما از تمام دکاندارا هی هست که کوشش کنن هموطنانشان راضی نگاه کنن. بخیر باشین، تشکر از اینکه آمدید. تشکر از شما و تشکر از دوستای ما که در سالون حضور دارن و تشکر از بیننده های ما و شما که صحبت های ما و شما را میشنوند. بخیر باشین، تشکر. تشکر وطندارای خوبم، تا برنامه بعد همتان به خداوند میسپارم. شاد و موفق باشین، لبخند بر لبانتان باشه. بدرود.